اول یه توضیح بده آوردیمون کجا امروز؟ خب اومدیم رستوران تهدیگ توی نزدیکی ایزاتوهای مونیخ، بعد یکی از بهترین، یعنی میتونم بگم بهترین رستوران ایرانی مونیخه، حتی اروپا، یعنی جوری که من دوستم میگفت که مشتریاشون که واسه شرکتشون میارنش اینجا، مشتری خارجی خیلی واسه خفنی اومده. ویترینش اینا خوشگله، آره کلا دکوراسیونشون خیلی قشنگه و غذاهاشون هم واقعا قشنگه، خوشمزه است. حالا مثلا بخوام خورشتی بگم یه کمی ضعیفه واسه من، ولی خب بد نیست واقعا، ولی تو کباب هم اینا خوبن. بعد منوش خیلی پروپیمونه، مثلا ببینی منوش جدا فیلم میگیریم. آره سلام، خوش اومدی. چرا خوندیشه؟ آره من اول ازتون سوال دارم، کباب مخلوطتون با یه پلو هست یا دوتا پلو؟ دوتاست. خب خوبه. نظر خودتون چیه؟ چه غذایی پیشنهاد میدین جزی؟ چی میخواین؟ اگر همون کباب مخلوط رو میخواین، یعنی اگه کباب میخواین همون کباب مخلوط از هم بهتره به نظر من، که طعم همش هم بچشی. اگه میخواین همه رو مثلا تقسیم کنین، مثلا میگم که خب میتونین مثلا یکی یا دو تا سیخ اضافه هم آدم بذار روش، با دو تا برنج بذار روش، میتونین تقسیم کنین. اگه خورشت میخواین، مثلا اگه یه نوع خورشت رو انتخاب کنین، یه کاسه اینقدیه بچه همون میتونه انتخاب کنیم بین شماره 19 و 20، یه دو پیاله و سه پیاله. دو پیاله دو تا کاسه کوچولوتر هم که دو تا خورشت میتونه انتخاب کنیم، یا سه پیاله سه تا کوچولوتر هم که رو هم رفته دوناته یه دونه کاسه بزرگ میشه. یعنی فرق نمیکنه یکی دو تا یا سه تا بردارین، همون شه اندازش همون. اونو ما خورد. خب اینجا طبقه زیرزمین رستوران تهدیگ، خیلی جای باحالیه، میتونیم ببینیم اینجا یک قسمتی رو گذاشتن آثار فاخر از کتاب هایی که مثنوی معنوی هستش و یک دایره معرفی از ایران، و همچنین در این قسمت میبینید که باز دوباره انسان، طبیعت، زندگی ایران و یک سری نمادهای ایرانی و قجری و دوباره راه خروج و باز دوباره یک سری سره. بله واقعا سلیقه خوبی داده. اینجا شده مرد من به خاطر اینکه دستشویی های فکر کنم اونجا واسه آقایون هستش. بعد از اینجا راه خروج استراریه. اینجا هم یک سالن وی آی پی هستش که رزرو باید بکنیم. آره مثلا حالا نمیدونم روشنش در این حده، من قبلا دیدم که مهمونی برگزار کردن اینجا، ولی خب رزرو باید بکنن که تعدادشون زیاد باشه. شما رو نگاه کنم، دوربین رو نگاه کنم، شما رو کجا رو نگاه کنم، با تدو مهدن جمع رو نگاه کنم. من اینجا رستوران با برادرم با هم هستیم. برادرم من خیلی سالا یعنی طولانی بود که رستوران داشت و این ایده همیشه بود، همه میپرسن که چرا رستوران ایرانی شما باز نمی کنید، ولی خب کار آسونی نبودش، هم برای آشپز هم برای چیدمان هم محیطش بعد متفاوت می بود، چون ما تو مونیخ رستوران ایرانی خیلی خوب زیاد داریم واقعا، و ما اینجا رو پیدا کردیم و گرفتیم اینجا و گفتیم خب اینجا جای واقعا ایدئالیه که دیگه بشه رستوران رو درست کرد، و آشپزی که دلخواهمون بود خدا رو شکر تونستیم بیاریمشون و با همون همکاری کنن و دیگه چیدیم و دکور همه چی. بعد از اکتبر 2018 باز کردیم، بعد ولی خب تو دوره کووید کرونا تعطیل بودیم، یه حدود 11 ماهی تعطیل بودیم وسطش دیگه. اینکه مشتریامون خیلی میکسه، هم مشتری ایرانی داریم هم آلمانی زیاد داریم، اینترنشنال زیاد داریم، مهمونای انگلیسی زبان زیاد داریم، تابستون واقعا از همه جای دنیا میان پیشمون، وسط سال هم همینطور کسایی هستن که همکاراشون ایرانی هستن، شرکت های خارجی مثلا میگن همکارمون گفته، دوستمون گفته، همسایمون گفته، یا خیلی هستن که مثلا توی زمان قبل از انقلاب توی ایران زندگی میکردن، آلمانیایی که بچه هاشون مثلا ایران به دنیا اومدن، الان یه مثلا خانم 50 ساله از آقای 50 خورده ساله، بعد میگن ما ایران به دنیا اومده بودیم بعد میان اینجا.
آشنایی به هر حال خیلی دارن خیلی هم ندارن. واسه اولین بار با هم میان غذای ایرانی اینجا امتحان میکنن. دو تا چیز خیلی دوستم، یکی کار کبابمونه که خیلی خوشمزه است، نمیدونم امتحان کردین یا نه، خیلی خوبه، و یکی دیگه هم دیزیمونه که خیلی خوشمزه است. واقعا جفتش من هر سری میگم این سری دیزی میخورم، باز میگم این چیزو میخورم، باقالی پلو با ماهیچه. نه دیزیمون هم واقعا پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید. من آقا من یاد حواسم اون چیز مرسی از شما. ممنون. به نظر من از لحاظ دیزاین و طراحی قطعاً بهترین رستوران ایرانی مونیخه و حتی توی گفتم اروپا و شاید بگم بخوام بگم کل جهان یکی از بهترین هاست، چون تو فورسکوئر هم اگه ببینی ریتش خیلی بالاست. اینجا یکی اینکه دیزاینش خیلی قشنگ‌تر بود، فرقش اینه که هر چیزی دم دستشون رسیده بود توی در دیوار آویزون کرده بودن. درست حالا همش قدیمی بود ولی من اینجا خیلی دوست داشتم، یعنی یه هارمونی بین حداقل چیزایی که بس کردن، رنگ مبلا یا دکور میز یا حتی ظرفاشون هست، یعنی بعد همه ظرف و اینا هم تمیز خوبه و اینکه غذاشون خیلی خوشمزه بود و کلا رفتار پرسنل هم که عالی. آکه من میخواستم جدای از این که حالا اینجا غذاش خوبه بده و یا هر چیزی هست که غذاش خیلی هم خوب بود و دوست داشتم، در مورد این بگم که ماها تو خونه هامون همه غذای ایرانی درست میکنیم، ولی بازم این که میایم یه رستوران ایرانی و این که اون طعم غذای رستورانی رو بهمون میده خیلی به من حال میده، یعنی هنوز اون حس غذا ایرانیه که از رستوران میگیری خیلی بیشتر میچسبه به امکانی که تو خونه خودمون غذا درست کنیم. و اینکه باز آلمانی هم خیلی غذای خوشمزه‌ای ندارن که بگیم رستوران میریم و این چیزا. تو هم همینجوری هستی؟ اصلا کلا وای به رستوران ایرانی واسه من خیلی یونیکه و خیلی دوست دارم واقعیتش. این که مثلا میاد باهات صحبت میکنه، الان هم اومد که اومد چای میخوریم واسه تو چای بیارم مهمون من، و این حس رو با من توی رستوران آلمانی یا هر رستوران دیگه ای نمیگم بدنا رفتارشون، ولی این حس صمیمیت و این چیزا رو خاکی بودن رو آدم اینجا حس میکنه، حس میکنه متعلق به این اتمسفره. خب تو خونه هم که خب درست میکنیم، ببین یه چیزی هم که هست توی خارج از وطن که زندگی میکنی، متریالی که تهیه میکنی و غذا بپزی تو خونه نمیشه. حتی شو الان لوبیا هم بیا بپزی تو خونه، لوبیا بخوای یه چیزی غذای ایرانی باش درست کنی، قرمه سبزی درست کنی، باز می‌بینی که فرق داره. ولی خب اینا تحقیق، حالا رستورانی مثل تحقیق خیلی دیگه سعی و خطا کرده، متریال گشته، شاید خیلیش از ایران وارد میکنه، فکر میکنم الان توی گرید خوبیه. بخاطر همین بعد تو غذای آلمانو باهاش کنار اومدی؟ آره من کنار اومدم. چی هست دوست داری مثلا؟ من مثلا کلن همه غذایی که با گوشت خوک درست میشن رو دوست دارم. یکی از محبوب ترین هم شواین هاکسه هستش که رونه بین یه جورایی رونه خوکه، یه دونم شواین بغاتن هستش که در حقیقت اونم قسمتی از رونه که بیشتر به سمت لگن شواین یعنی خوک هستش که اونو سرخ حالت سرخ کرده میکنم باز کلی سس و اینا. بعد کنارش هم با یه محصولات سیب زمینی، حالا بعضی موقع فرنچ فرایز توره، بعضی موقع هم کاتوف کنودل میگن بهش، درسته کنودل که یک حالت سیب زمینیه، پوره سیب زمینی شبیه اونه، یه حالت لذج مالانی داره ولی خیلی خوشمزه، من رو دوست دارم با هم میخورم. ولی اولویت غذای ایرانیه یا غذای آلمانی؟ همیشه الان اگه اینجا زندگی میکنم، نه اینجوری هم نیست که همیشه ایرانی بخوام بخورم، اونم دوست دارم، بخوام واقعا حقیقت رو بگم دوست دارم. یا مثلا فلاش فلانسالشون خیلی خوشمزه است که یک شبیه غذای کتلت ماس، شبیه کتلت ماس، ما هم دوست دارم اونو اتفاقا. بعد اینم جالب میشه حالا صحبت کنی، این که در مورد این بگیم که آشپزخونه اینجا خیلی کوچیکه ولی برای خودشون خیلی محیط خوبیه، کافیه براشون. آره واقعا. ولی برای ما ایرانی ها کافی نیست. آره. چون که هر روز میخوایم ناهار و شام درست کنیم داخلش و چند نفری بریم بچپیم. اصلا آشپزخونه‌اش سایز خوبی نداره برای ایرانی،
و مخصوصا حالا باز یه سری خونه ها، حالا خونه رضا اینا باحال‌تر، آشپزخونه جدا از پنجره داره، خونه ما آشپزخونه‌اش وسط سالن دقیقا، دود غذا و این چیزا میاد، خودشون اصلا این کارا نمی کنن چون دود غذا نمی پزن عملا، سوسیس می خورن آره می ندازن تو آب 80 درجه می خورن. آره ولی اینم خیلی بحث عجیب و جالبیه که مثلا اونا اصلا غذای اینجوری درست نمی کنن که بخواد آشپزخونه بزرگ لازمشون باشه، ولی ما مثلا حداقل 8 متر 10 متر تو خونه ایرانی آشپزخونه داره دیگه. آره بعد ببین کلا لذت بردن از غذا و پختن غذا واسه ماها با تعریفش با اینا خیلی فرق داره. مثلا یه نمونه بارز بگم، اینا مثلا تو شرکت ما یه دونه کمپانی لانچ داریم ما. آره. مثلا شرکت مهمون میکنه، ناهار میخواد بهت بده، مثلا سوسیسه البته خوشمزه نه، من دوست دارم، شاید تو دوست نداشته باشی، سوسیسه رو میگیرم میذارم تو آب مثلا 80 درجه که شد، میگن آقا توی تیمز مینویسن که بچه‌ها غذا اومده شد و همه باشه چیزی مثلا معلوم. مثلا ما تو ایران که اگه بخوای همچین غذایی رو بخواستیم ترسیم کنیم، به قول زعفرون دم میکردیم، برنج رو میذاشتیم کلی به قول معروف میموند و اینا، یه خیلی کارهای ظرافتمندانه و خوشگلم و خوشگلی میکردیم، ولی خب اینا هم این شکلی واسه من میتونی پرتر بریزی؟ دستت نلرزه. اینجا پیشنهاد میشه؟ من اینو هم بزنم؟ حتما، و ما حتما دفعه بعدی که میاییم به پیشنهاد خودشون فکر فهم دیزی رو امتحان بکنیم و اینکه دیزی رو امتحان بکنیم و بخوریم. آره شما هم حتما بیاین اگه مونیخ هستید، اگه هم قراره به مونیخ سفر کنید که وقت رزرو کنید و بیاین. خدافظ. تا برنامه بعد. بله 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 آشپزمون ایرانی هستن. ایرانی هستن و کوبیده عالی، آشپز بلژیکی کوبیده عالی میزنه. میگم شیک و پیک‌تره، مرتب‌تره و غذاش هم دیزاینشون اصلا چی میگم بهش؟ دیزاین غذا چی میگفتن؟ کلمه یه مخصوص رو داشته داره، حالا یادم میشه. یخ خانک، آره یخ توشه، اوکی مرسی، گاز داره، با نی، آره مرسی، زودم بازم رو نگیرین، همه شو میخوریم. نشد، آره نه سر ته داریم میزنیم. چیزی واسه گفتن نداره، آب خیلی تمیزه، اونجوری نیست ولی بوی بد نمیده. آره تمیزه، تمیزم. ببین مثلا این شیرالاته رو من اصلا خودم دوست ندارم دیگه، از ایران آوردم. ولی خب آره وای به خیلی بدی هم نداره، بوی بد نمیده. آره بعد مستراحش آفرین. شب بلندای لاته ماکیاتو نه، نمیشه نمیشه اون چیزش تهش خیلی کلوفته موشه، مگه دومش کلوفته؟ اینا رو میزنم نگه آبروی ما میره فارسی حرف زدن بچه ها. این بنده خدا میگه آقا چرا ما ایرانی بعد غذا چای میخوریم؟ خیلی چرا بعد تابستون چای میخوریم؟ اینا رو